حتما شما هم شنیدین که کارخانه ارج قدیمی ترین کارخانه تولید محصولات خانگی در ایران تعطیل شد. به نظر شما دلیل تعطیلی کارخانه ارج چیه؟ بیاین روی خط و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونید تلفن هاتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونید از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری با برنامه روی خط همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام روی خط رو فراموش نکنین. من روزیتا ایراندوست در یک ساعت پیش رو با شما همراه هستم با برنامه روی خط از بخش فارسی صدای آمریکا. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اینکه چرا کارخانه ارج تعطیل شد در 80 سالگی، کارخانه ای که مهمترین کارخانه تولید، یکی از مهمترین به تعبیری شاید مهمترین کارخانه تولید محصولات داخل خانگی در ایران بود. کمتر خانواده‌ای شاید پیدا بشه که از ارج خاطره‌ای نداشته باشه، نه به خاطر تبلیغاتش، به خاطر محصولاتش، از کولر تا یخچال در سال‌های نچندان دور. در همین روزا که ارج در 80 سالگیش تعطیل شد و در میان تکذیب ها و تایید ها هنوز خبرش ادامه داره، کارخانه های کره‌ای مشابهش 50مین سالگرد تولدشون رو جشن گرفتن که در تهران مملو از محصولات اونهاست. به اعتقاد شما چه میشد کرد دولت ایران و یا بخش خصوصی چی کار میتونستن بکنن و یا مدیرانی که در ارج کار میکردن بعد از انقلاب که کار به اینجا نکشه؟ پیش از اون کارخانه های دیگری رفتن، برند های ایرانی، کفش ملی، کفش بلا، وین، ایران ناسیونال اوضاع خوبی نداره و خبرهایی از این دست. شما هم بیاین در ساعت پیش رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، تویتر و پیامگیر برنامه دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارین، به ما بگین که چه نظری دارین. اجازه بدین گزارششون که همکارانم آماده کردن با هم ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه شما از شبکه‌های اجتماعی تلفن و اسکایپ. این روزها از ارج، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، خبری نیست. پایان کار این محصول ایرانی که با تلاش 80 ساله به یک نام تبدیل شده بود، بدون برنامه‌ریزی برای نجات محصولات از میان رفت. از اون که اومدید ارج بود؟ بله، ارج بازار بود، کارش هم خوب بود. تقریبا الان 10-15 سالی هستن که دیگه خیلی کم، فعالیتشون خیلی ضعیف شده و بعد اون دیگه اصلا قطع شده. تمام دستگاه‌های فرستگاری شرکت از همه خوابیده و میگن که تولید میکنه امروز 23 خرداد از سند بخنده. خاکی که روی دستگاه‌ها هستش و نشون میده که چند وقتی میشه که این کارخونه تعطیله. ایران در سالهای اخیر به بازار بی‌رقیب محصولات تولید سایر کشورها به ویژه چین و کره تبدیل شده و این محصولات نامدار ایرانی هستند که یکی یکی از میدان به در می روند. رئیس اتحادیه فروشندگان به اشاره به تعطیلی قطعی ارج، تعطیلی کارخانه های آزمایش و پارس الکتریک را هم تایید کرده است. محصولات صنعتی در ایران در دهه 50 خورشیدی که ظهور کردند، از کفش ملی، وین، بلا تا کارخانه های آزمایش، ارج و ایران ناسیونال که خودروی معروف پیکان را تولید می کردند. اما مدیران دولتی برآمده از سپاه در طول سالهای پس از جنگ با ناتوانی از تولید محصولات جدید و رقابت در بازارهای جهان، این کارخانه ها را به تعطیلی کشاندند. در حالی که رهبر ایران می گوید، در اقتصاد مقاومتی اولویت با محصولات ایرانی است. فروشگاه‌هایی هستند که وقتی انسان وارد می‌شود هر چه چشم می‌گردانه تولید خارجی است. متأسفانه بعضی از این فروشگاه‌ها که فروشگاه‌های بزرگ هم هستند مربوط به دستگاه‌های حکومتی هستند. مربوط به خود دستگاه حکومتی هستند. چرا این کارو می‌کنند؟
این کار باید زشت شمرده بشود. شما میخواهی کارگر داخلی رو بیکار کنی، کارگر بیگانه رو بهره‌مند و برخوردار کنی، برای پوز دادن، برای پوز دادن. اما کدام بازار و کدام محصولات؟ ارج نامی که دیگر نیست. شپول عباسی، صدای آمریکا. کاربران در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک، در اینستاگرام و در توییتر نظرات متفاوتی داشتند. برخی‌ها اشاره کردند به عدم مدیریت، برخی‌ها معتقدند کیفیت نداشتن این کالاها باعث میشه که به ناچار در رقابت با کالاهای دیگه از گردونه تولید خارج بشن، و بسیاری هم معتقد هستن که دست مافیا این میون هست و به این دلیل این کارخونه ها تعطیل میشن. شما چه نظری دارین؟ اگر تمایل دارین امشب در برنامه روی خط شرکت کنی، یکی دیگه از راه‌های ارتباطی پیامگیر اتوماتیک برنامه روی خط 202-382-7205 از همین الان میتونین تماس بگیرین، نظرات خودتون رو در برنامه منعکس کنین. همکارانم در اتاق فرمان منتظر پیام‌های شما هستن. مثلا بله، گزارشی بود که همکارم شپول عباسی آماده کرده بود برامون در مورد ارج و سایر محصولات ایرانی که به نوعی در حال خروج از بازار هستند. آقای محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه بودجه و سخنگوی دولت، هم اعلام کرده که شرکت ارج، در واقع کارخانه ارج، 7 خریدار داره، از جمله که از اونها یک شرکت ترکیه‌ایه، و اینکه گفته 7200 واحد تولیدی در حال در واقع تعطیل شدن هستن که دولت تلاش میکنه اونها رو نجات بده. آقای مشفق از تهران روی خط هستیم، بفرمید. شما و خانم ایران دوست، شب بخیر، عرض سلام و وقت بخیر دارم. بفرمید، خواهش میکنم. جناب آقای سفیری، خیلی ممنونم از برنامه خوبتون. من واقعا امشب آرزو داشتم که تلفن موفق بشم و با شما صحبت بکنم، به خاطر اینکه اطلاعاتی دارم که حقا و انصافا فکر میکنم به درد برنامه امشب بخوره. بفرمی. جناب آقای مشفق، بنده مدیر عامل یک مجموعه اقتصادی هستم، بازرگانی تولیدی، و الان مدت 4 ساله که مدیریت عاملی این مجموعه رو دارم. از 4 سال پیش به این طرف 170 نفر با کمال پوزش و تأسف 170 نفر از پرسنل مجموعه‌مون رو مجبور شدیم که تعدیل بکنیم و از کار بیکار بکنیم. من بارها و بارها توی برنامه شما گفتم اون ابرمرد اقتصادی وقتی زمان صحبت احمدی نژاد میشد، شاید بعضیا میخندیدن، لبخند میزدن، خود حضرت عالی گاهن لبخند میزدید، ولی واقعا این آتشی که در دلم بود رو نمیدونم چجوری باید اینو فروکش میکردم و بیان میکردم. آقای سفیری، خدا میدونه این چیزی رو که دارم میگم عین واقعیت هست. 8 ماه پیش منو دعوت کردن به همراه رئیس هیئت مدیره مجموعه‌مون در سراح ارج جلسه‌ای داشتیم در خود شرکت ارج، نه برای شرکت ارج، کاری داشتیم، مهمان شدیم اونجا. من عذر میخوام که نمیتونم اسم ببرم چون محدودیت دارم. بله. و شما هم برنامه‌تون طوری هست که نباید آدم صحبتی بکنه و اسم شرکتی رو ببره، وگرنه اسم و مدارکش موجوده. 8 ماه پیش من رفتم در خود کارخونه ارج، دیدم این کارخونه تعطیله. پرسیدم مگر اینجا کارخونه ارج اصلی نیست؟ مگه شعبه دیگه داره؟ گفتن نه، این همون سرای ارج معروفه توی جاده کرج، جاده مخصوص که از پایین اتوبان در واقع ورزشگاه آزادی هم ورود کردم، از اون درب خیابان ورزشگاه آزادی. تمام انبارها، سوله ها و تمام شرکت ارج رو اجاره داده بودن، اجاره های 99 ساله. من دیدم کامیون هایی رو، آقای سفیری، که مربوط به کلوچه پزی بودن، اومده بودن اونجا انبار اجاره کرده بودن و عملا کارخونه کلا تعطیل بود. اون جایی که من رفتم مهمان بودم به همراه هیئتی که رفتیم، 2-3 نفر از مجموعه خودمون، اصلا ربطی پیدا نمی کرد به کارخونه ارج. ما مهمان کسی بودیم که کارش اصلا صنایع روغن بود. ما رفتیم اونجا، دیدیم اونجا این اجاره دادن. آقای سفیری، یک مطلب دیگه خدمتون عرض کنم و عرضم تمام. هموطنان من اطلاع دارن شرکت پارس خزر در شهر رشت، بله، مکانش هنوز موجوده، یعنی این اتفاق قبلا افتاده، باز هم داره میفته متاسفانه. با اموال دولتی که از پول مردم
این اموال به دست اومده، این کارخانجات، این برندها، این افرادی که اونجا کار میکردن، بزرگترین. من آقای سفیری وقتی شما دارید این تصاویر رو نشون میدید، من از نزدیک اینا رو دیدم. بله این تصاویری بله هست آقای مشفق، من یه لحظه کوتاه فقط، این تصاویری است که خبرگزاری فارس منتشر کرده، خبرگزاری که منتسب هست در واقع به سپاه پاسداران که همکاران بله. من نشون میدن. بله آقای سفیری اینو عرض میکنم، عرضم خیلی سریع تمام کنم چون وقتم زیاد شد. ممنونم. آقای سفیری من اینا رو که نگاه میکنم، خواهش میکنم، من اینا رو که نگاه میکنم تأسف برای اون شرکت نمیخورم، برای اون برند نمیخورم، من دلم میسوزه برای اون خانواده هایی که از اینجا نون سر سفرهشون میبردن. هزاران نفر، ده صدها نفر خانواده چشم امید داشتن، اینجا داشتن ارتزاق حلال میکردن. آقایونی که مسئول هستید چه بر سر پارس خزر اومد؟ آقای سفیری خیلی کوتاه، پارس خزر رو از ته بریدن، زمینش رو، سوله هاش رو صاف کردن در شهر رشت و زمینش رو به خونه، بهای خونه نمیدونم چی فروختن. واقعا من شرمندم چون واقعا بغض گلومو گرفته، نمیتونم ادامه بدم، معذرت میخوام. ممنونم آقای مشفق از اینکه اومدین روی خط. امیدوارم کسانی که بیننده برنامه ما هستن، مخاطبین برنامه ما هستن، اگر تجربه از ارج تعطیل شدنش یا عضو این خانواده بودن حتی در سالهای دور، بیان روی خط و تجربهشون رو با ما به اشتراک بگذارن. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین در مورد ارج که دیگر نیست. برمیگردیم. محمد از کاربران فیسبوک میگه کیفیت در زمان خودش خوب بود، اشاره به محصولات کارخانه ارج، ولی میگه زمانی که در بازار کمی رقابت ایجاد بشه اجناس بی کیفیت تر حذف میشن و جای خودشون رو به اجناس با کیفیت میدن. غریبه میگه کمی به عقب برگشتم و یاد حرفهای رهبر فرزانه ایران افتادم که میگفت از برند خوشش نمیاد. این دقیقاً سیاست حکومت‌های دیکتاتوریه که میخوان همه چیز رو در اختیار خودشون داشته باشن. رهبر ایران در مورد اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی زیاد سخنرانی میکنن، اما هیچ وقت در مورد قاچاق کالا و ارز که از دست خودشون حرفی نمیزنن که مبادا منافعشون به خطر بیفته. و میگه از همه مهمتر تدابیر دولت هشتم و نهم بود که باعث شد چند ده هزار کارخانه و کارگاه ورشکست بشه و مطمئنن در ادامه باز هم خواهیم دید که این کارخانجات بیشتری ورشکست میشن. رضا از کاربران توییتر توییت کرده میگه مدیر عامل ارج گفته تعطیل نشدیم. دو سال اخیر 15,000 کولر و بخاری تولید کردیم، یعنی سالانه 1.5 میلیون کولر میاد توی بازار ایران. در انتها اضافه کرده شما تعطیلی خبر نداری. این هم بخشی از نظرات بود. اگر تمایل دارین در برنامه امشب روی خط شرکت کنین، یکی از راه‌های ارتباطی پیامگیر 202-382-7205. اگر از کسانی هستین که در این کارخونه کار میکردین، ما منتظریم که صدای شما رو در برنامه بشنویم. مسعود. فرهاد از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. فرهاد از تهران با اسکایپ، بفرمایید. ارتباطمون با فرهاد برقرار نیست. منوچهر از تهران روی خطین، بفرمایید. منوچهر از تهران، بفرمایید. الو، بفرمایید. الو، بفرمایید، صدای شما پخش میشه. بله من امید هستم. الان گفتید منوچهر، یه لحظه کردم با من. عذرخواهی میکنم، بفرمایید. بله،
من سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه‌تون. در مورد این موضوع ارج و تولیدات ایرانی که گذاشتید، به نظرم تولید هزینه داره و آورده میخواد و سرمایه در گردش، همونطور که عزیزانی که دستم در پرم میدونم، اگه اینها تامین نشه خب نتیجهش تعطیل شدنه. یکی از منابع تامین مالی این شرکت ها بودجه ای که دولت میتونه برای حمایت تو اختیارشون بذاره. بخشی هم از بودجه دولت طبیعیه که از طریق صادرات و ارزآوریه و ما میبینیم وقتی که ارزهایی که دولت از طریق صادرات نفت و غیره به دست آورده اینا بلوکه میشه و به هیچ ربطی نداره. من اجازه بفرمایید ببینید، این تحلیلی که شما میکنید به لحاظ اقتصادی درست نیست. کارخانه‌ای که باید سودآور باشه چرا باید دولت بهش کمک بکنه؟ این کارخانه باید محصولاتش عرضه کنه. این کارخانه مال بخش خصوصی بوده، تو انقلاب مصادره کردن، دادن دست یه عده مدیر، گفتن ادارش بکنید. اون مدیرها الان کجان؟ شما انتظار دارین که دولت نفت بفروشه بعد بده به کارخانه ارج که کارخانه ارج کولر تولید بکنه که رقابت بکنه؟ آیه سفیری، انتظار این نیست که بخش خصوصی دولت بیاد دستور تو جیب دولت. بس هم چیز دیگه است. من اولش گفتم تولید هزینه داره، آورده میخواد، سرمایه در گردش میخواد. هر واحد تولیدی، همین آقای کران اومد گفت من مدیر یک شرکتم، بس همین بپرسید. هر کس میدونه که یک کارخونه سرمایه در گردش اگر نداشته باشه میخوابه، دو ماه تعطیل میشه. بله. این واقعیتی که ما باش در ارتباطیم. این سرمایه در گردش باید از یک راهی تامین بشه. یکی از راهاش اینه که جاها وام میگیرن، به اصطلاح صندوق حمایت از تولید بودجه در اختیارشون میذاره، خودشون میرن وام میگیرن از جای مختلف. این بده به سرمایه‌ای که دارن. یکی از راهاش هم همین دولته و یکی از راهایی که دولت داره ارز، و وقتی ارز به دولت نمیدن طبیعیه که اونم نمیده. ببینید آقای ببینید امید، این یه نظریه که شما دارین، حالا میشه گفت که نسبت به بحث تولید در ایران. برنامه رو دنبال کنید ببینید سایر بینندگان چه نظری دارن. فکر میکنم که شاید اون وقت نظر اونها رو هم بشنوید، نظرتون تغییر بکنه. آقای زند از تهران روی خط، آقای زند بفرمایید. عزیزم بزرگ آقای سفیری، در مورد کارخونه ها ورشکسته و یا در حال فروش و ورشکسته، ماشین آلاتی اینا به روز نیست، مدرن نیست، یعنی نتونستن این کار انجام بدن. چرا نتونستن آقای زن؟ عزیزم بزرگ شما، اینی که ما داریم میگیم ارجو دیگر کارخونه های بزرگ کوچیک به گل نشسته، اینه کشتی، اینه که اینا بیان در سطح جهان وزیر امور خارجه را ببرسن، حتی آقای جان کری هم میاد کمکش که بیان سرمایه گذاری بکنن در این مملکت، اعتنایی نمی کنن. کارخونه های ایران اگه نگاه کنین یکی یکی دارن از ریل تولید خارج میشن، یعنی دانش روز ندارن، سرمایه گذاری که باید بکنن ندارن، مدیریت نیست، مدیریت واقعا خرابه توی مملکت. این یکی از اون ایباز که باید گرفته بشه. از حضور شما بعد در مورد امنیت هم باید خدمت شما عرض بکنم، سرمایه همونطور که ما خودمون یه پولی داریم قایمش میکنیم جیب امن، سرمایه جایی که امن باشه میشینه زمین، یعنی امنیت سرمایه خیلی مهمه واسه سرمایه گذار. یعنی باید وقتی که میخواد سرمایه گذاری کنه 50 سال آینده رو میبینن. اگر اینا نتونن پیش بینی کنن که در این چند دهه سال امنیتی به امن میخوره، نمیان سرمایه گذاری کنن. ما توی مملکت سرمایه گذارامون یا رفتن یا نمیکنن، خارجی هم که نمیاد. امری باشه در خدمتم. ممنونم آقای زند. علی از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. از کرج عذرخواهی میکنم، علی از کرج با اسکایپ، بفرمایید. بله، خسته نباشید، عرض میکنم. بفرمایید. خدمت شما عرض کنم که حرف این عزیزمون درسته، بالاخره توی کارخانه جات قطعا مدیریت اون کارخانه خیلی مهم هستش. بله. اما خب یک نکته مقدم بر این هستش، اونم اینه که ما باید لحاظ کنیم که شرایط عادی باشه. یعنی وقتی که شما نتونیم مواد اولیه رو به راحتی در داخل وارد کنی، نتونیم مثلا ارز رو جابجا کنی، نتونیم ماشین آلات رو وارد کنی، این خب قطعا این مشکلاتی درست میشه. ولی با این همه خب ممکنه مدیری بتونه از عهده این مسئله بر بیاد. به نظر من بهتر بود که صدای آمریکا یک برنامه میذاره که تحریم‌ها اجازه بفرمایید علی، اجازه بفرمایید این مشکلی که شما میفرمایید در مورد تحریم اشاره میکنه، ممکنه سایر بینندگان اشاره بکنن، تحریم همش دو سال در واقع
اعمال شد بر علیه ایران و بعدش هم که برچیده شد. آیا شما میدونی کارخونه ارج در 35 سال گذشته اصلا صادرات داشته؟ در بازار ایران حضور داشته؟ فیلمی رو که خبرگزاری فارس منتشر کرده در گزارش ما هم بود اشاره شده که 15 سال تقریبا از بازار ایران خارج شده و همه سایر برندهای ایرانی هم همین وضع دارن. بله خدمت شما ممنونم که اومدین روی خط. ممنونم. روزیتا محمد از کاربران توییتر روی خط توییت کرده ما نامهایی که بهشون اعتماد داشتیم خیلی وقته که تعطیل شدن. اردشیر یکی دیگه از کاربران توییتر روی خط میگه به جز ارج نامهای دیگه ای هم میشناسیم که به تعطیلی انقری به اونها اطمینان داریم. و کاربر دیگه ای به نام علیرضا در فیسبوک میگه اگر ما برگردیم به گذشته و زمان شروع کارخونه هایی مثل سامسونگ و الژی میبینیم همون موقع 40 سال بود که حتی یک کودک هم نام ارج رو میشناخت و در هر منزل یکی از کالاهاش یافت میشد. سوال من اینه چرا ارج نباید با اون همه سابقه و حتی صادرات نتونه امروز مانند سامسونگ و الژی یک نام بین المللی بشه؟ آیا این شرکت ها فقط یک نام هستن یا محصولاتشون معرف نامشونه؟ اگر ایرانی ها همونقدر که تبلیغ کالاهای خارجی رو میکردن حمایت کالاهای داخلی رو داشتن این اتفاق نمی افتاد. و میگه البته بعد از انقلاب دولت بیشتر به واردات به خاطر سوددهی و مالیات انحصاری روی آورده تا تولید. نسرین معتقد کیفیت که فراموش بشه نتیجه جز تعطیلی چیز دیگه ای نخواهد بود. ساقی میگه به قدری جنس بنجل چینی در بازار ریخته دولت هم نمیتونه حمایت کنه از تولید کننده و اینم عاقبت کاره که میگه البته. ولی یک نکته مهم هست که این کارخونه ها هم مثل ایران خودرو و سایپا بابت هر چیزی که تولید میکنن اگر یک سهم درست به بیت رهبری و مجلس و دولت و قوه قضاییه و اینجور جاها بدن حتما به مراحل شکوفایی میرسن. روزنامه اعتماد هم تصویری رو به اشتراک گذاشته و توییت کرده، تصویری از محموله ارج به مقصد پایتخت اردن در سال 1341 شمسی که محصولات این کشور رو در حال صادرات نشون میده. مسعود. بله مسعود از تهران با اسکایپ روی خطین، بفهمید. سلام جناب آقای سفیری، خسته نباشید، میگم خدمت شما و همه بینندگانتون. بفرمایید. جناب آقای سفیری، من میخواستم بگم که آقای رئیس جمهور و وزرای اقتصادی ایشون اینجور وانمود میکردن که اگر برجام به نتیجه برسه همه مشکلات اقتصادی ما حل میشه. من میخوام این رو بگم که خب این یک شبه که این کارخونه ورشکست نشده، تقریبا 3 ساله که اینا الان سر کارن و تو این 3 سال داشتن میدیدن که به تدریج این کارخونه داره ورشکست میکنه. برجام از کی اجرایی شده و تحریم ها لغو شدن؟ خب تو همین چند ماه اخیر. میخوام این رو بگم که این 3 ساله که این دولت سر کاره و شاهد این ماجرا بوده که این کارخونه بالاخره داره با مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه. از یک طرف هم اینا میگفتن که برجام اگر اجرایی بشه کل مشکلات حل میشه. خب الان من این سوال دارم که خب بیاین نجات بدین کارخونه ارج رو. خب اون طرفای مقابلی که شما این همه روشون سرمایه گذاری میکردین، خب بگین بیان جواب بدن، بیان تحریمایی که شما میگفتین بردارن. پس چی شد اون همه قول و وعده و وعید؟ پس چی شد اون همه شما میگفتید آمریکا دست از اون خوی آقای مسعود؟ ببینید ما در مقام دفاع از دولت ایران و یا هیچ فکر دیگه نیستیم. این برنامه بینندگان صدای آمریکاست. ببینید یه نکته بسیار مهمی وجود داره. اگر همین الان ارج در محصولاتش تولید میکرد، محصولاتش رو تولید میکرد، فکر میکنید در بازار جهانی حتی در بازار ایران خریدار داشت؟ ممنونم که اومدین روی خط. ممنونم. محمد از فاروج روی خطیم، بفرمایید. محمد از فاروج. سلام. سلام. سلام بر شما. خسته نباشید، شب روزتون بخیر. بفرمایید.
عرض کنم در رابطه با تولید و کارخونه جات، حالا از جمله ارج و امثال هم، ببینید جناب سفیری، الان چند ساله که تولید در ایران مرده. چرا؟ تولیدی که ایران داشته و در بخش صنایع و معادن، در بخش همه چیز صنعت و معدن که از جمله کارخونه ها زیر مجموعه به حساب اداره صنعت و معدن هستن، کارخونه ارج کارخونه سهامی عام بود، سهامی خاص بود قبل از انقلاب، و بعد از اینی که توقیف شد و مصادره شد دادن دست بنیاد سهامی عام و به هر حال دولتی شد. ولی به علت نداشتن مدیرای لایق و هزینه های گزافی که در امر تولید لازمه، و الان ما بگیم مثلا کدوم تولید در ایران پا بر جا مونده جناب سفیری، الان ما صنایع نساجی رو اگر بگیم در ایران واقعا تولید مرده، ما دیگه تولیدی نداریم که دفاع از تولید بکنیم. چند تا کارخونه صاحب نام میخوام من براتون نام ببرم که الان تعطیل شدن و هنوز صداشون به رسانه ها نرسیده، که خیلی کارخونجات الان در حال ورشکستگی و تولید نداریم دیگه. ما در ایران همه وابستگی به باندهای مافیایی شدن، همه وابستگی به واردات، و حالا من کاری ندارم آدمهای خاص و به حساب آدمهای انگشت نمایی که پشت پرده به هر حال تولید رو به خاک سیاه نشوندن، و اینا همه از سوء مدیریت که ما مدیران لایقی نداریم در رابطه با هر کارخونه. حالا تنها ارج نیست، ما در آینده خیلی نزدیک شاهد تعطیلی خیلی جاهای دیگه و کارخونجات دیگه خواهیم بود جناب سفیری. حالا من به نظر من اگر تولید را حمایت بکنیم، مدیران لایق و صاحب نظران اصلی و اقتصاددان ما نیاز داریم که بتونن برنامه های درست و صحیحی رو انجام بدن تا در امر تولید مورد بهره برداری قرار بگیره. ممنونم محمد از اینکه اومدین روی خط. به پایان نیمه اول برنامه روی خط رسیدیم، تا آغاز نیمه دوم همراه ما باشید. با یاسد، بیننده بخش فارسی صدای آمریکا باشید. نظرات رو با فیسبوک شروع میکنیم. احمد از کاربران فیسبوک میگه وقتی نظام تمام فکرش به مسائل نظامی معطوفه، دیگه صنایع دیگه در اولویت نیستن، و متاسفانه همون نظامیان با استفاده از خلأ به دست اومده اقدام به تشکیل و تأسیس مافیا میکنن که در تمام زمینه ها فعالیت خواهد کرد، از تأسیس بانک برای پولشویی و واردات بیرویه تا نبود نظارت گمرکی بر کالاها و قاچاق کالا. متاسفانه چون شرکت‌های داخلی به دلیل سیاست‌های غلط و عدم دسترسی به تکنولوژی روز دنیا از صحنه رقابت باز می‌مونن، مردم به محصولات جدید روی میارن و این امر باعث ورشکستگی بسیاری از کارخانه ها میشه. مهسا میگه به نظر من اگر کارخانه ارج دانش و تکنولوژی و تنوع محصولاتش رو به روز میکرد، مردم 100% از محصولاتش استقبال میکردن، و میگه البته اگر سیاستی پشت بسته شدنش نباشه. در کل میگه به نظر من باید از محصولات و تولیدات داخلی حمایت کرد، هم از طرف مردم و هم از طرف مسئولین. محصولات خارجی با اینکه کیفیت بالایی دارن، ولی البته میگه نه همشون، اما خدمات پس از فروششون خوب نیست، ولی خیلی از محصولات داخلی هستن که با همتای خارجی خودشون رقابت میکنن و خدماتشون هم عالیه. ارج هم از این قاعده مستثنا نبود، ولی حیف که به روز نبود. با یک توییتی هم براتون آماده کردم از پوریا. پوریا تصویری رو به اشتراک گذاشته و توییت کرده: مرگ برندی مثل ارج مرثیه‌ای بر سرمایه داری است و مرگ تمام خاطراتی است که مشتری ها با محصولاتش به خصوص صندلی های ارج داشتن. مسعود سعید از تهران با اسکایپ روی خطین، بفرمایید.
سلام میکنم به شما. ببینید این بحثی که الان هست در مورد بحث ارج، ارج یک برند ایرانی بود. خب خیلی از اونایی که سن و سالشون میرسه میدونن یک زمانی چقدر در مورد ارج صحبت میشد و چقدر در هر خونه حداقل یکی از محصولات این شرکت بود. البته این ارج به نظرم آینده خیلی از کارخونه های ماست. این بیکار شدن کارگرا چندین سال دیگه، 10 سال دیگه، امروز جوانایی که شاید توی کارخونه‌ای برن کار کنن که تولید ملی توش باشه اما ازش حمایت نشه، در آینده همین بچه‌های ماها بیکار خواهند شد. نمیتونن کوچکترین درآمدی داشته باشن که بتونن برن سر کار. اما در مورد این بحث به نظر من دولت مقصره. ببینید این دولت الان 3 سال سر کار، وزیر صنعت این مملکت مسئول مستقیم این کاراست. بعد 3 سال من حتما پیشنهاد میدم بینندگان برن صحبتهای هفته قبل ایشون تو مجلس رو بخونن. بابا 3 سال وزیر مملکتی، تازه میای میگی ما در صنعت شاهد فاجعه ایم. خب این قرار بود یک نفر باشه، یک فردی که هیچ کاری هم نداره رو میشه فرستاد بره پشت میکروفون هر روز بگه ما تو فلان چیز شاهد فاجعه ایم؟ کار چیه؟ تو قراره چی کار بکنی؟ همین آقای وزیر صنعت من به خاطر دارم سال قبل اومد تو برنامه نگاه یک، قشنگ به خاطر دارم گفت آقا ما توافق هسته‌ای بشه تو 2-3 ماه تولید داخلی فلان میشه، فناوری میاد، چی میشه. خب اینم که شد کوش. پس اگه شما نمیتونید خیلی راحت به مردم بگید، بگید آقا ما اشتباه کردیم، ما یک برنامه داشتیم، مردم ما که واقعا مردم بزرگواری، خیلی جا میبخشن مسئولینا، بگید آقا من به عنوان وزیر مملکت، من به عنوان رئیس جمهور این مملکت، من آقا فکر کردم تو این کار درست میشه، نشد، الان میام یه کار دیگه. سعید ممنونم که اومدی روی خط. ممنون. آقا شهرام از بوشهر روی خطیم، بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما. مسعود جون برای سلام بر شما و همه بینندگانتون. یه آگهی بود قبل انقلاب، سر کلاس معلم از شاگرده میپرسه، درس میپرسه، شاگرده میگه اگر، معلم میگه بمان تا سال دیگه، حکایت من شده، کتکخورم ملس و مظلوم نفسم میگیره. مسعود جون ما رو خیلی میذاری عقبتر. یا مسعود جان ببخشید، من حالا بعضی موقع شوخی میکنم، ببخشید خواهش میکنم، فلیپ اصل بچه دی نباشه. ما تو مملکتمون بارها اینو عرض کردم خدمت، دیگه جا نداره تو خیلی چیزا فوت بکنیم. یعنی تا الان تو این 30 سال به علت خیلی هم مسائل، به خاطر اون پشتوانه پروپیمونی که داشتیم، جا داشت هر جور به صلاح کجدار مریض آزمون و خطا می اومدیم جلو و شاید جواب میداد یا حداقل خاکی رو خاکه میکردیم. اما من حالا بگن شهرام سیانمایی میکنه، بگم اصلا همه وجودم سیاست، ولی جا نداره. من هشدار میدم تمام مسائل اون روز هم عرض کردم خدمتون، بحث تولید بعد میگرده به بحث سرمایه داری، اما سرمایه دار واقعی، سرمایه داری که مثل آقای اجزه بدید مسئول جان عرضم رو بگم، حالا شد وقتم کم بفرمایید، سرمایه داری که آقای بابک زنجانی و ابسلهون شهرام جزه اینا واقعا یه قدرت های مثلا خاصی داشتن سوای اون داستان رانتین، ولی سرمایه داری که تو هر پس تو هر اتاق و هر محصول بگه آقا کتتو بکن بزن اونجا، اینطوری نیست. تو همه جای دنیا سرمایه دار جریان ایجاد میکنه، تو ایران اینطوری نیست. چرا؟ همه چیمون شده زیر زمینی. یعنی اینی که یه دوستمون زنگ میزنه میگه آقا اگر منم سمر احبریو بدن، سمن منم فلانو بدن، اصلا اینطوری نیست. یعنی شما تو کشورهای خارج فلان تولید کننده، مثلا فورد، چرایکلر، نمیدونم والا هرچی، اینا ببخشید صاحب کارخونه مگه پولا رو برمی‌داره می‌ذاره مثلا تو صندوقچه لای متکاش؟ نه، میره تفکیشو می‌کنه، هیچ کم نمیگه آقا پولا رو چیکار کرد. اینم مشکلی نیست که سمر احبری رو بدن یا نه، مشکل اینه که بحث امنیت همه اینه که دوستان گفتن هست، اما بحث سیاسی میکنیم ما. بحث یعنی گروه ها جوری شدن که هر کی سهم خودشون رو میخوان و به نتیجه نمیرسه. خیلی راحت من حالا عشق واقعا یه سه خاطر انگیزی بود برای من، یه حالا با من خاطره بگم. قبل از انقلاب 4-5 تا سرمایه دار، 6-7 تا سرمایه دار داشتیم. بعد انقلاب متاسفانه به جرمی که مثلا بهایی بودن یا فلان بودن، اینها شما بیلان کارشو ببینید، بیلان کارشو ببینید کاملا مشخص. الان هم باید باشه، یعنی نگاه نکنن شهرام سفید سیاس نمیدونم فلان فلان، نه این واقعا به صلاح شهرام یه نفسی تازه کن برای برنامه های بعدی. ممنونم که اومدی روی خط، ممنونم، چون بینندگان زیادی هم پشت خط هم با شما خداحافظی میکنیم. رستم
حمید از کاربران فیسبوک میگه تمام شرکت‌های بزرگ کشور اگر زیر نظر و تحت فرمان برادران قاچاقچی اداره نشن، به هر شکل ممکن اونها رو از دور تولید خارج می‌کنن. در ایران 37 ساله که 70 میلیون ایرانی در اسارت این افراد سوجو زندگی می‌کنن و روزشون رو به شب بلا تکلیف سپری می‌کنن. میر نوشته متأسفانه اینجا هیچ سرمایه‌گذاری برای نوآوری صورت نمی‌گیره. تمام تولیداتمون از تلفن همراه تا وسایل خانه و خودرو خیلی کند تونستن یا اصلا نتونستن با تکنولوژی روز خودشون رو وفق بدن و محکوم به تعطیلی هستن. رضا نوشته شاید گویاترین تعریف برای این کارخانه اصیل و نجیب و مطمئن بودن باشه. اولین کولری که خانه ما رو خنک کرد ارج بود. هنوز بوی نم و خاک اون رو به خوبی به یاد دارم قبل از انقلاب. سیامک میگه ما سال 61 یک کولر ارج خریدیم تا الان که داره به خوبی کار میکنه و اصلا ایرادی نداشته و تعمیر هم نشده. رکود کارخانجات و تولیدات داخلی به دلیل عدم توانایی اونها در رقابت با رقبای خارجی در کیفیت و قیمت و همچنین بروز نبودن با تکنولوژی روز دنیاست و راه حل اون بستن واردات و انحصاری کردن بازار مصرف به تولیدات داخلی و حذف رقیب خارجی نیست که صد البته به ضرر مصرف کننده است و میشه همین برنامه هایی که سر خودروهای داخلی داشتیم. مهمترین مسئله معتقد هستش که این کاربر کیفیت این محصولات مثلا. آقای اعظمی از قوچان روی خطیم، بفرمایید. جناب سفیری با عرض سلام و خسته نباشی خدمت شما و کلی همکاران محترم. جناب سفیری، در کشوری که بالاترین مقام رسیدگی به سوء استفاده های کلان در کمیسیون اصل 90 مجلس به صورت دکور می باشد و قادر به رسیدگی و برخورد و بازرسی از اختلاسگران نمی باشد و در کل مملکت از نمایندگان مجلس گرفته تا وزیران و معاونین اقدام به اختلاس و دزدی و بخور بخور میکنند و قوه قضاییه به لحاظ خلأ قانونی برخورد آنچنانی با این اختلاسگران نمیکنند، چگونه باعث توقع داشت که مدیران داخلی دولتی به خاطر اینکه از قافله عقب نمانند از این وضعیت سوء استفاده نکنند؟ شما الان نگاه نکنید ارج بسته شده، یکی دو سال دیگه تمام کارخانجات ما تعطیل میشه، همه تعطیل میشه، فقط جنس بنجل چینی وارد میشه، افرادی که جنس ها رو وارد میکنن سوء استفاده میکنن. شما ببینید افرادی مثل کوکن، بدرکار، ندیمی که سه نفر از اعضای حزب مختلفن در مجلس برای خانه سازی، کل برای 360 نماینده مجلس میان اقدام به خانه سازی میکنن، در این مورد سوء استفاده میکنن، حتی میان جنراتور موتور جنراتور خود نماینده مال خود مجلس برن مثلا. آقای اعظمی اجازه بدیم، ممنونم از اینکه میایین روی خط، ما اجازه بدیم که از کسی اسم نبریم با توجه به اینکه حق دفاع از خودشون رو ندارن، اما اگر که نام برده میشه مایل هستن میتونن تماس بگیرن و از خودشون دفاع کنن. در مقام صحت و سقم خبرها هم نیستیم. ابی از عراق اسکایپ روی خطین، بفرمایید. الو، بفرمایید. ابی از سلام برای شما، بفرمایید. الو، بفرمایید. سلام علیکم. سلام. الو، صدای من میاد؟ بله صدای شما پخش میشه، بفرمایید. بله، حالتون خوبه انشالله؟ ممنونم، بفرمایید. سلام. عرضم بزرگ، به نظر من دو تا مسئله است، یه مسئله نیست. مسئله اول اینه که وقتی انقلاب شد کلن اصلا متخصصین رفتن چنار و به ارض رسیدگی نشد، هیچ دستگاهی نیاورده شد، به روز نشد. این یه مشکلشه. دومی مشکل ارض میدونید چیه؟ اینه که نزدیک تهرانه، نزدیک میدون آزادیه، یعنی یه شهره چه خوب ازش در میاد و هیچ موقع ارض نخواهد شد. یعنی نه تنها دولت، هیچ کسی، چون ادهی میخوان اونجا رو شهرک درست کنن. حالا بذار زمان بگذره، شما اینو متوجه خواهید شد. خداحافظ. ممنونم که اومدین روی خط و نظر دادین. در آخرین دقایق هستیم، شما هم از فرصت استفاده کنین، بیاین و نظر خودتون رو با ما در میون بذارین. همراه ما باشید.
فرارو، برنامه‌ای درباره تکنولوژی، اقتصاد و مدیریت. دوشنبه تا پنجشنبه 20:30 به وقت ایران، 12 ظهر به وقت واشنگتن. اینستاگرام صدای آمریکا. @voafarsi. شهناز از کاربران فیسبوک روی خط میگه این رژیم نیومده ایران رو پیشرفته کنه، اومده ایران رو نابود کنه و از این نظر بهترین دولت دنیاست. در ضمن اگر تولید در ایران باشه، پس کسانی که وارد کننده اجناس دست دو درجه 3 و 4 هستن، به جای اینکه اجناس درجه 1 وارد بکنن و پول به جیب خودشون بزنن، تکلیفشون چی میشه؟ یکی دیگه از کاربران به نام امیر میگه واقعا جایی تأسف داره که چنین کارخانجات معتبری بودجه ندارن که به کارشون ادامه بدن و تعطیل میشن. عطا هم میگه اینا همش برنامه سازی هستش که میخوان این ملک رو بفروشن و سالهاست که عرض شده پارکینگ ایران خودرو و کرایه بسیار بالایی هم رد و بدل میشه. حالا به بهانه مشکلات میخوان بفروشن تمام کارخونه ها، صاحب های اصلی این کارخانه ها یا اعدام شدن یا نیستن و یا فوت کردن. این هم نظر این کاربر بود. ولی کاربر دیگه به نام رسول در فیسبوک میگه مملکتی که بنادر مخصوص قاچاق کالا برای برادران به کشور رو داره، باید هم کارخونه ارج 80 سالش تعطیل بشه. مملکتی که دروغ پایه اقتصادشه، مملکتی که پیشرفت تو دعاهاشه و در عمل چپاولگری به نام دین، عاقبتی بهتر از این نداره. مسعود کریم از اصفهان روی خطین، بفرمایید. من سلام عرض می‌کنم. سلام بر شما. به نظر من این اصلاح طلب ها هر موقع روی کار اومدن این مشکلات اقتصادی پیش اومده. ما زمانهای خاتمی هم رکود اقتصادی شدیدی داشتیم. دلیلش هم نگاه به خارجه. خب شما میدین هر کشوری باشه، هر طوری باشه، قطعا اگه رو پای خودش بیسته میتونه موفق باشه. اگر نه نگاهش به خارج باشه، هیچ موقع نمیتونه، چون هیچ کشوری دل نمیتونه با کشور دیگه، فقط به شرطی که منافعی از اون کشور برسه شاید یه کاری بکنه. در حالی که ما ببینیم که شما چرا در زمان آقای احمدی نژاد که نگاه به داخل بود اتفاق نیفتاد؟ الان مردم میگن که نه ببخشید شما صدای منو نشنیدین آقای کریم. آقای احمد 8 سال در دوران آقای احمدی نژاد نگاه به داخل بود. شما صحبت آقای الهام رو شنیدین؟ گفت که کاش مسکن هم مثل بقیه کالاها میشد وارد بشه، از خارج وارد میکردیم مشکل مسکن هم حل میشد. بالاترین اجازه بدین، بالاترین رقم فروش نفت، صادرات نفت، گرانترین نفت تاریخ، 140 دلار در هر بشکه، 800 میلیارد دلار درآمد نفتی، بخش اعظمش واردات کالا. ببینید زمان آقای احمدی نژاد کار زیاد بود، اگرچه مثلا تورم هم بود اما کار بود، مردم راضی تر بودن. الان خیلی ها دارن میگن که کار. ممنونم که اومدی روی خط. ممنونم آقای نجفی از مشهد روی خطیم، بفرمایید. آقای نجفی روی خطیم، بفرمایید. شما خانم و همچنین خانم ایران دوست، بفرمایید. خواهش اوائل انقلاب من جهت اطلاع دیشا شرکتی کار میکردم در مشهد، 158 بود تا 62-63 به نام مشهد سرویس مجاز ارج و کربیناتور بودیم. این کارخونه ارج ما مثلا نمالیگی چی به مجاز شده شد، نمالیگی تعلیم اینجا جانانه کار میکرد. از زمانی که آقای نتی 27 سال مدیرهای نالایق آمدن که شرکت های خصوصی مثلا به حالت دست خود آقای دستن در کار صنایع افتاد، ببخشید مملکت به فاتحش خوندن، صنعت ما رو وابسته کردن، دستگاه همون به روز دیگه نیست، همه دستگاه 335 پیشه، اوزقان واردات بیش از حد میرویه، یخچالای آنچنانی ببخشید دیگه وارد میشه، همه صنعت ما رو نابود کردن. نه تنها ارج بلکه کارخونه های امثال ارج. ما کارخونه جایی داشتیم که ایران حرف اول رو می‌زدن، الان کارخونه‌ها داره خاک می‌شینه جاته،
جناب سفیری درد دل همه ملت ایرانه. هر کشوری رو مدیرای نالایق به هم میزنه، هر کشور مدیر لایق رو برا میکنه. مدیر نالایق داریم ما تو کارخونه جاتمون. ممنونم آقای نجفی از اینکه فرصت دادیم اومدیم به ما و نظرتون رو گفتین در روی خط. اجازه بدین که سریع بگم که خیلی فرصتمون کمه و بینندگان زیادی هم پشت خط هستن، شاید به احترام ارج. روزیت آخرین کامنتا. حتما. محمد با کنایه میگه شاید ادامه طاغوت زدایی باشه. علی میگه کار مملکت از اون روزی خراب شد که افتاد دست افراد بی تدبیر و بی دانش. حالا معلوم میشه که خاندان پهلوی چقدر برازنده حکومتداری و وطن پرستی و سازندگی بود کارشون و اینها هدفی جز نابودی ایران ندارن. سعید میگه هر سال خیلی شرکت های متولد و خیلی ها هم متوقف میشن، ولی در ایران با این بازار بسته و غیر رقابتی با بازار جهانی که محدودیت های زیادی برای ورود کالا وجود داره، بیشتر مشکلات مدیریتی شرکت ها هست که موجب توقف اونها میشه. در حال حاضر خیلی شرکت های تولید کننده لوازم خانگی در داخل کشور فعال هستن و بازار خودشون رو دارن و میگه اکنون اون شرکت های داخلی کاملا در حاشیه امن قرار دارن که کالاهای تولیدیشون امکان قاچاق شدن به داخل کشور رو نداره. سینا توییت کرده میگه وای به حال وقتی که ارزش زمین کارخانه از برند اون و از تولید اون بیشتر بشه. کارخانه ارج الان این حال و روز رو داره. مسعود. بله، آقای هاشم زاده از دزفول روی خط این، بفرمایید. 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 خسته نباشید. بفرمایید خواهش می‌کنم. می‌خواستم البته حرف زیاد مهمی ندارم بگم. فقط خواستم بگم عوامل رژیم، حکومت، خود آقای خامنه‌ای که دم از اقتصاد مقاومتی میزنه و آقای روحانی اگه میتونن ارزش رو دارن این شرکت ارج را بندازن. همین رو خواستم بگم. ممنونم اومدین روی خط. علیرضا از سربندر با اسکایپ روی خطین، بفرمایید. سلام آقای سفیری. سلام بر شما آقای سفیری. متاسفانه مسئولین به شکایت ها هم رسیدگی نمی کنن. همین شکایت کارمنده صدا آمریکا. سپاسگزارم از اینکه اومدین روی خط. جمشید از تهران، بفرمایید. روی خطی. الو. بفرمایید. آقای سفیری، خانم ایران دوست، سلام. سلام بر شما. ضمن تاسف از این اتفاقی که برای قدیمی ترین کارخانه لوازم خانگی ایران افتاده، عقیده دارم که عدم مدیریت صحیح باعث اونه و اصولا مدیریت دولتی در جهان دیگه جواب نمیده. در زمانی که فقط کارخانه ارج فعال بود، چندین کارخانه لوازم خانگی دیگه تأسیس شد، یعنی شروع کرد به کار و نسبتا موفق هنوز مشغول کارند. آلمان در سال 1978 بهترین مدیر سال رو انتخاب کرد که مدیر عامل دوچه بانک، چون خیلی گذشته یاد داره زنر بانک بود، حالا یکی از اینا که زیاد مهم نیست، خبرنگار از مدیر سال آلمان سوال کرد رمز موفقیت شما چیه و روزی چند ساعت کار میکنی؟ جواب شنید روزی 2 ساعت، 1 ساعت قبل از ظهر و 1 ساعت بعد از ظهر. در 1 ساعت قبل از ظهر به مدیرانم میگم چی کار بکنین و 1 ساعت بعد از ظهر میگم چی کار نکنین. ممنونم اومدی روی خط. عذرخواهی میکنم فرصتمون کم. خانم مهری از آمریکا روی خط. این خانم ما 1 دقیقه فرصت داریم، بفرمین. سلام عرض میکنم. سلام بر شما خانم، بفرمین. من مقیم امریکا هستم ولی کن هیچ خوشحال نیستم که از اینکه اینجا زندگی میکنم و دلم خیلی برای اون مملکت میسوزه، ولی متاسفانه ممکنه تمام تولیدات از بین رفته باشه ولی تمام برج ها رفته بالا و تمام ملت ایران 30 میلیونی شده 80 میلیون. پس تولید بچه خیلی بالا رفته و من واقعا برای اون مملکت خیلی متاسفم. ممنونم خانم از اینکه اومدین روی خط. محمد از زنجان با اسکایپ روی خطین، دقیقاً 1 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. بله، خدمتتون عرض بکنم که والا چی بگه انسان، بالاخره ما الان 3 سال از عمر این دولت میگذره. ما انتظار داشتیم که الان مثلا افتتاح کارخانه ها رو ببینیم، نه تعطیلی کارخانه ها. ما الان اعلام رسمی کردن 60%
ظرفیت تولیدی کشور الان تعطیله. آخه اینها یعنی چه معنی داره بعد از 3 سال یک دولت اینجوری؟ من نمیدونم واقعا چی بگم. به نظرم آیه روحانی بدون رو در وایسی باید مردم بگه که موفق نبوده، هیچ عملکردی نداشته قابل دفاع باشه و اینها. و من به نظرم باید واقعا این دولت تجدید نظر کنه در راه روش. اگر اینجور ادامه بده ما وضعمون از این بدتر خواهد بود. ممنونم از اینکه اومدین روی خط. بله، داستان ادامه داره، اختلاف نظر همونجوری که دیدیم بین بینندگان وجود داره، تحلیل وجود داره در این مورد که دولت چه استراتژی اقتصادی میتونه برای گذر از این بحرانی که ایران درگیرش هست در پیش بگیره. بهترین راه کدومه؟ آیا فرصت هست یا خیر؟ اما اجازه بدیم ببینیم که خبرهای پربیننده در شبکه‌های اجتماعی چی بوده امروز. سرهنگ علیرضا علیفر گزارشگر ورزشی بار دیگه خبرساز شد. می‌کردم 2 سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجدداً افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود. اما درباره امیر دولاب، چتی از پسری به این نام در فضای مجازی دست به دست شده و که در اون به دوستش گفته چون میدونسته سرهنگ از ویکی‌پدیا اطلاعاتش رو میگیره، متوجه میشه که بازی رو، وقتی متوجه بازی شده که داره گزارش میکنه، به بخش ویرایش ویکی‌پدیا رفته و اسم سازنده ورزشگاه رو تغییر داده و نام خودش رو گذاشته. ساعتی بعد اما این خبر مثل بمب در فضای مجازی میپیچه. یکی از کاربران توییتر هم ویدیوی دابس شیعی رو در همین رابطه تهیه کرده، درست کرده که با هم میبینیم. در مورد ورزش فرض میکردم 2 سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجدداً افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود. بله، باید به خبرها مطمئن بود که بهش استناد کرد. اما پدیده‌ای هست به نام دانشگاه آزاد اسلامی که پس از انقلاب تأسیس شد، خیلی سریع گسترش پیدا کرد و کمتر کسی هست که از اون خاطره‌ای نداشته باشه. شما عملکرد این دانشگاه رو چطور ارزیابی میکنید؟ 202-382-7205 از همین الان تماس بگیرید. شب بخیر. روز شبتون خوش. صدای آمریکاست.